با شما هستیم در بخش حال شما میتونین تماس بگیرین. موضوعی را که امروز در نظر گرفتیم با دکتر صاحب تمکین ایوبی امان، متخصص نسایی ولادی و التراساوند، دردهای قاعدگی هست. اگر شما هم پرسشی دارین میتونین تماس بگیرین به برنامه و سوالتون را بپرسین از دکتر صاحب. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام مریم جان، خدمت شما، صبح شما بخیر، خدمت تمام بینندگان عزیزتونم سلام تقدیم میکنم. بسیار خوش آمدین. این دردها شاید یکی از شایع ترین شکایت های خانم ها باشه و هر کس شاید این را تجربه هم کرده باشه، خانم ها البته. خب میخوایم اولین پرسش را اینگونه مطرح کنیم که این دردها چگونه دردهایی است؟ در قدم اول مریم جان یک تعریف می داشته باشیم از قاعدگی، پریود و یا یک کمه خلاصه تر بگویم عادت ماهوار. نشانه از بلوغ رسیدن یک دختر خانم می باشه که بعد از سن بعضا 9 یا 11 سالگی اولین بار صورت می گیرن از یک دختر خانم. خب در اوایل همراه با یک دردها می باشه، یعنی دردهای بسیار خفیف و بعد از سپری شدن 1 الی 2 سال شدیدتر میشه. در قدم اول اگر دردها خفیف بوده باشه قابل تشویش نیست، اما بعد از اینکه شدید شد، یعنی اضافه تر از حالت عادی شد، باز میتونیم بر از او بگیم دردهای قاعدگی شدید که حتما به تداوی ضرورت داره. خیلی از کسا این دردها را با گرفتگی عضلات و درد بیش از اندازه شکمشان تجربه شاید کرده باشند. آیا این وضعیت نگران کننده هست یا خیر؟ بله مریم جان، خب ما گفتم که دردهایی که خفیف باشه و در قسمت‌های شکم، در سطح شکم و حتی یکان دفعه میشه تا درد در پاها هم پیدا شود تقریبا عادی است، اما اضافه تر از او که کشش عضلات زیادتر شود و برای مریض طاقت فرسا باشه حتما یک حالت بوده میتونه علت های مختلف می داشته باشه که باید حتما باز هم میگم که معاینات نزد از این مریض صورت بگیره. چه نشانه هایی میتونه که هشدار دهنده باشه برای یک خانم که این درد غیر عادی هست و باید حتما به یک پزشک مراجعه کنه؟ مریم جان، دردهای بسیار شدید بازم میگم در قسمت های پایینی شکم، در سطح شکم، دردهایی که در قسمت و این دردها میتونه از 1 روز، 2 روز و 3 روز بلکل. دوام کنه زیادتر؟ تقریبا 4 روز یا 5 روز قبل از عادت ماهوار پیدا میشه و الی روز 4 و 3 بره. البته نزد بعضی از دختر خانم ها و یا خانم هایی که ازدواج کردن ادامه پیدا میکنه که همراه با دلبدی، استفراقات، ضعف، پایین بودن فشار و حتی بی حوصلگی نزد خانم ها حتما جا پیدا. یعنی این حالت ها هشدار دهنده است که باید نزد دکتر مراجعه کنن. بسیار خوب. و زمانی که به دکتر مراجعه کردن شاید برشان تداوی های مختلف توصیه شوه، به نظر شما چه توصیه هایی میتونه مفید باشه برای این خانم ها و دکتر خانم ها؟ مریم جان، در صورتی که کدام مشکل جدی نداشته باشن، مثلا بعد از اینکه یک دکتر صاحب متخصص نسای اولادی معاینه میکنه، اگر اینا کدام موجودیت کدام کیست، فبروم یا یکی کدام پی‌آی‌دی نداشته باشه، میشه که از بعضی از مسکن هایی که مخرش کننده معده نباشه استفاده کنن. مثلا که کاملا کدام مسکن ها؟ مثلا بروفین، مثلا پرستامول، هیچ اصلا کدام بسکوپان اینا هستن، چون آرام کننده هست. اصلا کدام بعضی از دختر خانم های در خانواده میگن که باید نگیرین انالجزیک که نقص میکنه، اصلا این گپ نیست، میتونن بیرن. اما در صورتی که یک کم اگر مرض شانی یا امو دردهایشان شدیدتر باشه، باز نظر به تشخیص دکتر تداوی مختلف داره. یکی از خانما همین لحظه پیام گذاشتن، گفتن که ما گاهی اوقات درد بسیار خفیف در یک طرف بدنم احساس میکنم در همین حالت. آیا این دردهای یک طرفه هم میتونه نگران کننده باشه بر من؟ بالکل مریم جان، دردهای یک طرفه و خصوصا در قسمت نفیرو اگر باشه یه حتما نگران کننده است و حتی بزن بشه که دکتر از دختر خانم ها که درد در قسمت های گرده هم پیدا میشه و یعنی بالاتر از او هم انتشار میکنه، بنان حتما باید یک بار پیش دکتر مراجعه کنه. بسیار خوب. و خیلی از کسانی که در خانه هستن، یعنی مادرها و
کسایی که کم سنشان زیادتر است، وقتی دخترایشان چنین حالتی می داشته باشه برشان میگه عادی هست و حتی از داروهای مسکن هم استفاده میکنن، اما این داروها آرام کننده نیست و تسکین دهنده دردشان نیست. در این حالت هم آیا میتونن که باید پیش دکتر برن یا صبر کنن و یکی دو روز دیگه حالشان خوبتر میشه؟ خب مریم جان، همیشه ما و شما گفتیم که حتما یک بار معاینات برای دختر خانم اگر در صورت کمی اعراض علائم داشته باشه ضروری هست. چه معایناتی ضرورت است؟ وقتی که پیش دکتر مراجعه کردن، خود دکتر اول یک معاینه فیزیکی میکنه، بعد از او باز یک تشخیص 100% اولتراساوند یا معاینه تلویزیونی برش داده میشه، ببینه که کدام مشکل در قسمت رحم یا تخمدان های ازی نداشته باشه. بعد از او گرفتن مسکن، من قبلا هم گفتم کدام مشکل ایجاد نمیکنه، برعکس میشه تسکین دهنده باشه و در این حالت و میشه اگر کدام مشکل نداشته باشن از تطبیقات گرم هم استفاده کنن، ورزش بسیار آرام هم میتونه یاره کم تسکین بده، خوردن بعضی از یا گرفتن بعضی از غذاها مانند ماست که بسیار خوب است، تسکین دهنده درد است، زردچوبه که هم ضد التهاب است و هم تسکین دهنده است بسیار خوب است، گرفتن از ترکاری با مثلا نعنا بسیار خوب است و بعضا بازم یگان نوشابه های گرم که زیاد ادویجات یونانی که بسیار زیاد یعنی مجاز نیست از او استفاده کنن، بسیار به مقالات کمش استفاده کنن بسیار خوب است و تسکین میده. آیا رعایت نکردن نظافت ها میتونه که باعث و یا دلیل این درد ها باشه؟ مریم جان، همیشه ما گفتیم که مداخله کوچکترین انتان باعث اقامت میشه، حتی فکر کنید که اگر انتان میتونه این کارم بکنه حتما برای عادت مهارم زیاد تاثیر میکنه. یعنی نظافت، ما شما مسلمان هستیم، جزء ایمان است. در هر حالت هر دختر خار باید از نوار بهداشتی های بسیار خوب و مؤثر و با کیفیت عالی البته استفاده کنن که بسیار خوب است و یعنی میشه حتی ده همو وقت هم از بعضی از انتیسپتیک هایی که برای خود امی دختر خانم هاست از اونام استفاده کنن بسیار خوب است. به خاطر رعایت کردن نظافت امروز بازار به گونه ای هست که انواع و اقسام مختلفی از این نوارها در دسترس خانم ها وجود داره، کدامش میتونه انتخاب خوبی باشه؟ من بازم گفتم هر کدامش که یک کیفیت عالی داشته باشه، شما هم خوب گفتین که یعنی در بازار هر نمه و حتی بعضی ها هست که به خاطر که یک کم قیمت شرزانتر می باشن می خواهین از او استفاده کنن، خود از اون یک مشکل ایجاد میکنه برای دختر خانم. یعنی حساسیت زا میتونه باشه؟ بله، حساسیت زا و حتی میتونه خودش یک انتان خودش انتقال بده. بنان خوب است یک نوار بهداشتی که کیفیت عالی و خوب می داشته باشه استفاده کنن. بسیار خوب. و یک اشاره کردن در قسمت دمنوش ها یا گیاهان دارویی، از کدام گیاهان دارویی میتونن در این دوره استفاده کنن و میتونه برشان مفید باشه؟ من بازم گفتم قبلا که اگر از لبنیات ماست بسیار خوب است، شیر بسیار خوب است و اگر از ترکاری با تازه استفاده میکنن، نعنا بسیار خوب است و از ادویجات مثلا زردچوبه بسیار زیاد، زنجبیل بسیار زیاد خوب است که میتونن به قسم یک چاوه درست کنن که اکثرا مادرای محترم در خانه درست میکنن، بسیار خوب مؤثر است برای عواملی هم وجود داره که این درد داره تشدید ببخشه؟ بالکل، استرس یا مو تشوشات روحی کاملا و عصبیانات زیاد و بعضا ما از دختر خانم خواهش میکنیم در جریان از اینکه عادت مهار میشن از ورزش های بسیار ثقیل، یعنی اینا ورزش بسیار ثقیل نکنن، یعنی حتی دوش، بعضی از دختر خانم ها هستن در جریان دوش میکنن و یا اینکه خودشان حالت عادی میدون، چون به گفته بعضی از کسایی که در خانه هست میگن تو بدو میشه که دردت خوبتر شوه. ببخشین، برالوزی که خوب نمیشه تشدید میابه و آرام بودن، دراز کشیدن و راحت بودن و بازم میگم از گرفتن دوش، اما دوش که آب گرم باشه زیاد فایده میکنه و گرفتن چای گرم و یا نوشابه های گرم، قهوه استفاده نکنن، نوشابه های گازدار استفاده نکنن که تشدید دهنده است. و یک موضوع دیگه که پرهیز غذایی باید داشته باشن؟ خب مریم جان، اصلا دبابت پرهیز غذایی وجود نداره، برای از اینکه ما یعنی اگر ما دکترها پرهیز کنیم حتما یکی از ویتامین های از اونا رو حتما کم میسازیم، اما اگر کدام مشکلات میده و یا کدام مشکلاتی که بازم میگم اگر خدای نخواست کلسترول بلند یا شکر داشته باشن یا بعض از مشکلات دیگه که دکتر مربوطشون پرهیز داده باشه، در غیر از ما کدام پرهیز جدی نداریم.
تشکر، سلامت باشین. لطف کردین که امروز تشریف آوردین. شما میتونین این قسمت برنامه را دوباره ببینین. برنامه تکرار داره، تکرار برنامه 11:30 تا 12:30 هست، یک ساعت است تکرار برنامه. و احیانا کسایی که میتونن تکرار برنامه را ببینن خوب، اگر نتونستین ببینین میتونین که شما این قسمت های مختلف برنامه را در صفحه ما دوباره پیدا کنین، لینکش با شما شریک میسازیم و در یوتیوب شما میتونین که این بخش کامل تماشا کنین. وقفه میگیریم.